سرخط خبرها. میر حسین موسوی میگوید سرکوب آبان 98 شبیه کشتار میدان ژاله در زمان شاه است، این بار زیر نظر ولایت فقیه. مقام ها میگویند آمار قربانیان را فقط قوه قضاییه اعلام خواهد کرد. جشن و شادی معترضان عراقی در پی تصمیم نخست وزیر به کنارگیری. پارلمان فردا استعفای عادل عبدالمهدی را بررسی می کند. متهم سابق فعالیت‌های تروریستی عامل حمله دیروز در مرکز لندن. دولت بریتانیا وعده داد در شرایط آزادی مجرمان بازنگری کند. و اداره‌های شلوغ و صف‌های طولانی. دولت افغانستان به دنبال حل مشکل بدرفتاری در اداره ها. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. با گذشت بیش از دو هفته از اعتراض‌های سراسری در ایران، مقام‌های حکومتی آمار ارائه شده درباره کشته شدگان را رد کردند. معاون وزیر کشور بدون اشاره به زمانی مشخص گفته به زودی شمار کشته شدگان اعلام خواهد شد. همزمان گزارش‌ها از ادامه قطع اینترنت در دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان حکایت دارد. میر حسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 1388 هم با انتشار پیامی سرکوب اعتراضات اخیر را با کشتار معترضان در میدان ژاله تهران در آستانه انقلاب 57 مقایسه کرده و به حکومت ایران هشدار داده است. ریحان مظاهری گزارش می‌دهد. با گذشت بیش از دو هفته از اعتراضات در ایران، حالا معاون سیاسی وزیر کشور تمام آمار ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی درباره کشته شدگان اخیر را رد کرده و گفته این دادستانی است که بر اساس آمار پزشکی قانونی تعداد کشته ها را اعلام خواهد کرد. عفو بین‌الملل پیش از این تعداد کشته های اعتراض های اخیر را دست کم 161 نفر و وبسایت کلمه هم به نقل از منابع موثق 366 نفر اعلام کرده. در 14 روز گذشته هیچ یک از مقام های رسمی درباره تعداد دقیق کشته ها صحبت نکردند، اما گسترده بودن اعتراض ها را هم تکذیب نکردند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه ایران گفته تنها در دو استان که نامی از آنها نبرده از 31 استان ایران اعتراض نبوده و بیشتر اعتراض ها هم در سه استان اصفهان، فارس و تهران بوده. همزمان جواد کلیوند نماینده مجلس هم گفته اعتراض ها در بیش از 719 نقطه ایران وجود داشت و تنها در استان البرز بیش از 400 نفر بازداشت شد. بیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تعداد بازداشتی ها در سراسر ایران را 7000 نفر اعلام کرده بود. خشونت نیروهای امنیتی علیه مردم معترض به افزایش قیمت بنزین، انتقاد برخی فعالان مدنی و چهره‌های سیاسی داخلی علیه حکومت ایران را هم در پی داشته. پس از بیانیه‌های هاشم آقاجری و مهدی کروبی، وبسایت کلمه پیام میرحسین موسوی از رهبران معترضان در سال 88 را که از 10 سال پیش در حصر خانگیس منتشر کرده. میر حسین موسوی در پیامی معترضان کشته شده را شهید خواند و برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با معترضان را با کشتار میدان ژاله در شهریور 57 مقایسه کرده. آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و ماموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. این هم توییت پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در اعتراض به خشونت علیه معترضان. مردم صدای اعتراضشان را رساندند، اما با گلوله و بازداشت جواب کوچک و بزرگ را دادند. عده‌ای تخریبگر در کنار مردمی که فقط به وضع معیشت خیش معترض بودند قرار داده شدند. قلع و قمع مردم با جنگ جهانی و کربلای چهار مقایسه شد. به نام دین دستور ذبح و شکنجه مردم در سیمای غیر ملی صادر شد. تعدادی از معترضان بازداشتی و کشته‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر نوجوانان بودند. این موضوعی است که کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود به آن اشاره کرده.
نگران افزایش خشونت در جامعه‌ای هستیم که حاکمانش با شهروندان جز به زبان زور سخن نمی‌گویند. نگران خانواده‌هایی هستیم که عزیزانشان را به دلیل یک اعتراض ساده از دست دادند. نگران دانش آموزانی هستیم که بازداشت شدند و وضعیتشان مشخص نیست. از اعتراض‌هایی که به خاطر گران شدن ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، حالا بیش از دو هفته می‌گذرد. بسیاری کشته و تعداد زیادی هم بازداشت شدند. دولت هم با انتشار تصاویری معترضان را گروهی آشوب طلب و اشرار خوانده که اقدام به تخریب اموال عمومی کردند. در آن سو اما معترضان هم با انتشار تصاویری همچون این تصویر که گفته شده معالی آباد شیراز است، میگویند تخریب اموال عمومی کار آنها نیست. ریحان مظاهری، بی بی سی. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما هستن. آقای مهدوی آزاد، در مورد صحبت‌های آقای موسوی چه فکر می‌کنید؟ ببینید، لحن این بیانیه خب بسیار بسیار تنده، با ادبیات قبلی خود آقای موسوی هم تفاوت داره. داستان از اینجاست که از سال 1396 که ما نسل جدید اعتراضات رو در ایران می‌بینیم، واضح هست که این اعتراضات ربطی به جناح چپ یا جناح اصلاح طلب یا جریان مربوط به جنبش سبز نداره. خیلی واضح هست که در این اعتراضات طرفداران جنبش سبز شرکت نمی‌کنن، طرفداران آقای موسوی مشارکت ندارن، چه بسا بخش‌هایشون همصدا هستن با حکومت برای در واقع سرکوب کردن این اعتراضات. ضمن اینکه اساساً من شک دارم که الان جایگاه آقای موسوی همون جایگاهی باشه که سال 88 یا 90 هست، به این خاطر که طبقه متوسط یا بسیار بسیار سرخورده شده، گوشه خونه نشسته یا بسیار فرصت طلب شده. منتها لحن این نامه و ادبیات این نامه و ورود آقای موسوی تاثیرش فراتر از این مسئله است. در واقع لحن این نامه بسیار انقلابی است. او به کسانی که کشته شدن میگه شهدا، خونه پاک شهدا. آقای خامنه ای رو به رفع بی سابقه مورد حمله قرار میده. در واقع میخوام بگم لحن این نامه تا حد زیادی نزدیک شده به ادبیات جناح برانداز و گروه های برانداز. میتونم بگم آقای موسوی داره میره به اون سمت. این یک مسئله. مسئله دومی هستش که بیانیه آقای موسوی شکاف داخل قدرت رو به شدت تشدید میکنه. در مورد این مسئله اتفاق نظر هست که نفس کشدار باعث فروپاشی یا تضعیف هیچ حکومتی نمیشه. نمونهش همین جمهوری اسلامی بوده، 200,000 کشته و شهید در جنگ داشت. منتها شکاف داخلی حکومت ها رو از پا در میاره. و مسئله سوم این هستش که در طول چند روز گذشته عملا جناح‌های داخلی از متولی راست تا چپشون سکوت محض داشتن. در واقع معترضین، کشته شده ها بسیار غریب، بسیار مظلوم بودن. به غیر از چند تا صدا شما هیچ صدایی نمیشنیدید به نفع اونها یا حتی در دفاع از اونها. این نوع ادبیات آقای موسوی و بیانیه‌اش منطقا زمینه رو آماده میکنه برای شجاعت اخلاقی، برای اینکه بخشای دیگری از قدرت به خودشون بیان، بخشای از فعالان سیاسی به خودشون بیان و کم کم به نفع معترضان موضع بگیرن و وارد بازی بشن. با توجه به اینکه خود آقای موسوی سالهاست در این حبس به سر میبره و سرکوب شده، چقدر میتونه که چنین کسی همچنان منبع انرژی و قدرت باشه برای مردم، مخصوصا معترضان؟ ببین، من تاکید دارم اون چیزی که من از معترضان سال 96 نسل جدید معترضان میبینم، اینها در واقع به هیچ کدومشون هیچ ارتباط ارگانیک یا غیر ارگانیک، هیچ گونه ارتباط فکری یا ذهنی یا سیاسی با آقای موسوی ندارن. بگذاریم از اینکه کسانی که این در واقع معترضین رو نمایندگی میکنن یا فکر میکنن نمایندگی میکنن، اگر شما به حرفا یا مطالبشون دقت بکنید میبینید که اساساً منتقد آقای موسوی هستن، اساساً او رو هم جزئی از ساختار سرکوب میبینن. بنابراین از این زاویه آقای موسوی تاثیر خاصی بر این نسل جدید اعتراضات نداره. معترضان اساساً هیچ گاه شعاری ندادن که بخواد در واقع اینجور موزگیری ها کمکشون بکنه. منتها اون چیزی که همه باز دوباره برسش توافق دارن این هستش که در این اعتراضات طبقه متوسط شهری جاش خالی است. طبقه متوسط شهری وارد بازی نشده. این سوال پیش میاد که آیا چنین مواضعی، آیا چنین موزگیری ها و بیانی هایی میتونه بالقوه زمینه ساز این باشه که بخشهایی از طبقه متوسط کم کم به این فکر بیفتن که باید به این جریان و به این نسل از معترضان بپیوندن. اگر چنین اتفاقی بیفته، اون موقع اتفاق بسیار بزرگی افتاده، اون موقع تلاقی این دو جریان، یعنی طبقه متوسط و طبقه محرومی که حالا تحت فشار هست، در واقع قدرت رو تشکیل میده که به یقین میتونه بگیم اکثریت کشور و اکثریت غیر قابل مهار کشور. این تمام معادلات سیاسی و امنیتی ایران رو به هم میریزه و من فکر میکنم این جور بیانیه‌ها بالقوه ممکن هست چنین زمینه‌ای رو فراهم بکنه. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان، متشکرم از شما. از معاون سیاسی وزیر کشور ایران نقل شده که رئیس جمهوری از گران شدن بنزین 3 روز پیشتر از اعلام آن با خبر شده بود. صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. برای اینکه
سایت اینترنتی رویداد 24 از قول جمال عرف نوشته روز سه‌شنبه شورای امنیت کشور درباره زمان سهمیه بندی بنزین جلسه گذاشت و صورت جلسه در اختیار حسن روحانی قرار گرفت. آقای روحانی اخیراً در تبریز گفت خود او هم صبح جمعه خبردار شد که قیمت تغییر کرده. حرف‌های آقای روحانی با انتقاد بسیار گسترده حتی از طرف موافقانش روبرو شده. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت افرادی مرتبط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال خبر داده. وزارت اطلاعات گفته افرادی که برای این شبکه تلویزیونی اطلاعات می‌فرستادند و کسانی که به گفته این وزارتخانه مجری دستورهای آن شبکه برای تشدید اغتشاشات و آتش زدن اماکن در استان‌های مختلف بودند دستگیر شدند. کارکنان ایران اینترنشنال در اطلاعیه این دستگاه امنیتی به همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اقدامات تروریستی متهم شدند. تلویزیون ایران اینترنشنال که مرکز آن در لندن است میگوید به خبررسانی مستقل و بی‌طرفانه متعهد است. در استان تهران به دلیل آلودگی هوا فردا مدارس به جز در سه شهرستان فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل خواهد بود. پیش بینی می شود این وضعیت تا اواسط هفته ادامه داشته باشد. گزارش شده 10 نفر امروز به علت مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند. هفته ها اعتراض خیابانی به شرایط بد اقتصادی و فساد ساختاری در دولت عراق به اعلام استعفای نخست وزیر در روز جمعه انجامید. استعفای عادل عبدالمهدی در پی پیام آیت الله سیستانی اتفاق افتاد و قرار است فردا در پارلمان عراق بررسی شود. معترضانی که اولین مرحله از پیروزیشان را جشن میگیرند اما خواستار استعفای تمامی اعضای دولت هستند. مینا جوشغانی گزارش میدهد. جای تنین صدای گلوله در میدان تحریر بغداد را حالا صدای پایکوبی و آتش بازی گرفته. اولین پیروزی بزرگشان را جشن می‌گیرند. نتیجه حدود 2 ماه تظاهرات خیابانی ضد دولتی در عراق اعلام استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور بود. تصمیم عادل عبدالمهدی برای استعفا در پی انتقاد آیت الله سیستانی از رفتار دولت در برابر معترضان و ناتوانیش در حل مسائل کشور با تعطیلات آخر هفته مصادف شده و از همین رو پارلمان عراق قرار است فردا یک شنبه آن را بررسی کند. کشته شدن بیش از 40 معترض در روز پنجشنبه آن روز را به خونین ترین روز اعتراضات 2 ماه گذشته تبدیل کرد. اعتراضاتی که دست کم تا این لحظه 400 کشته و هزاران زخمی داشته است. تلفات روز پنجشنبه واکنش آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان را در پی داشت. نماینده آقای سیستانی پیام او را در خطبه‌های نماز جمعه خواند. به نظر می‌رسد دولت قادر به حل و فصل وقایع 2 ماه گذشته نیست. و پارلمان که دولت کنونی از آن برخواسته باید در انتخاب خود تجدید نظر کند و به آن چیزی عمل کند که به نفع عراق و حفاظت از خون فرزندان عراق است. الله اکبر! مردمی که امروز از به ثمر نشستن اعتراضاتشان خرسندند، 2 روز پیش پیکر هموطنانشان را که در اعتراضات کشته شده بودند تشییع می کردند. آنها بنرهایی در دست داشتند خطاب به دولت و احتمالاً نخست وزیری کشور که روی آنها نوشته شده بود شرم بر تو. معترضان عراقی را عمدتاً جوانهایی تشکیل می‌دهند که از فساد سیستماتیک در دولت، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و البته دخالت حکومت ایران در امور کشورشان به تنگ آمدند تا جایی که کنسولگری ایران را در شهر نجف آتش زدند. حدود 1 سال قبل هم در یک رشته تظاهرات ضد دولتی به دلایل مشابه معترضان به کنسولگری ایران در بصره حمله کرده بودند. ببینید آتیشش زدن. دیگه سفارت ایرانی وجود نداره. ما نمیخواهیم باشه. اعلام کنارگیری نخست وزیری گرچه یک پیروزی نمادین برای معترضان به شمار میرود، آنها خواستار تغییرات اساسی تری هستند. فایده نداره، فایده نداره، همشون باید برن. معترضان میگویند تا تمامی اعضای کابینه استعفا نکنند از پا نمی نشینند. مینا جوشغانی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه.
میرحسین موسوی رهبر در حصر جنبش سبز سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران را به کشتار میدان ژاله در زمان شاه تشبیه کرد و گفته آن زمان عاملان کشتن مردم نمایندگان یک حکومت غیر دینی بودند، این بار نمایندگان ولی فقیه. معترضان عراقی دیشب و امروز تصمیم نخست وزیر این کشور را برای کنارگیری جشن گرفتند. قرار است استعفای عادل عبدالمهدی فردا در پارلمان عراق به رأی گذاشته شود. در ادامه برنامه، درخواست کمک برای قربانیان فیلمبرداری مخفی پس از خودکشی یک آوازخانه کره‌ای. در بریتانیا از مقام‌های مسئول بابت آزاد کردن زودتر از موعد یک طراح عملیات بمب‌گذاری انتقاد می‌شود. عثمان خان دیروز با چاقو روی پل لندن بریج دو نفر را کشت و سه نفر را زخمی کرد. از آخر خودش هم با شلیک گلوله پلیس از پا درآمد. او 7 سال پیش به خاطر برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در بازار بورس لندن به زندان افتاد، اما پارسال به صورت مشروط آزاد شد. بعد از حمله دیروز دولت بریتانیا گفت شرایط آزادی مجرمان از نو بررسی می شود. While it is too early to say exactly what happened. هنوز خیلی زود است که بگوییم دقیقاً چه اتفاقی افتاد، ولی به هر حال دولت همه امکانات لازم را در اختیار پلیس و دستگاه‌های امنیتی خواهد گذاشت. برای اطمینان کامل از تأمین امنیت، حضور نیروهای پلیس در خیابان‌ها بیشتر خواهد شد. 20,000 پلیس دیگر در بریتانیا استخدام می‌کنیم. من مدت هاست که میگویم آزاد کردن زودتر از موعد مجرمان خشن اشتباه است. ما باید این رویه را کنار بگذاریم و برای مجرمان خطرناک، مخصوصاً تروریست‌ها، مجازات‌های مناسب در نظر بگیریم. مردم همین را می‌خواهند. برای صحبت بیشتر در این باره، پگاه بنی هاشمی پژوهشگر حقوق اینجا در استودیو با ما هستن. خانم بنی هاشمی، حالا دولت بریتانیا گفته که شرایط آزادی مجرمان را از نو بررسی میکنه. اصولا چرا چنین مجرمانی آزاد شدن در این زمان نسبتا اندک؟ ما اطلاع زیادی از این بابت نداریم که به چه علت به اصطلاح مسئولین زندان فکر کردن که این شخص میتونه آزاد باشه. تا جایی که میدونیم اینه که با دستبند الکتریکی که قبول کرده بوده به همراه داشته باشه، قبول کردن که به اصطلاح آزادی مشروط بهش بدن. منتها اینکه چرا در فاصله کوتاه زمانی از سال 2018، در واقع حدود یک سال خورده ای که این بیشتر آزاد نبوده، دو مرتبه برگشته و حرکت حملات تروریستی رو انجام داده، این هنوز برای کسی مشخص نیست. ولی میتونیم بگیم به طور قطع ما اینجا یه مشکل سیستم اطلاعاتی و امنیتی داریم. و این مشکل چقدر ممکنه که باعث بشه که خطرات بیشتری متوجه جامعه بریتانیا باشه؟ ببینید، این مسئله رو بهتر از دو جنبه بهش نگاه بکنیم. یه مسئله این هستش که بله، باید سیستما به صورتی پیش برن که حداقل اطمینان وجود داشته باشه که اون شخص متهم محکوم شده دو مرتبه مجددا برای جامعه و برای مردم ایجاد دردسر نکنه. ولی خب یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که ببینید، این یه مقداری مجبورم من برگردم به بحث بقیه گروه های تروریستی مثلا داعش، که به اصطلاح در فاصله زمانی خیلی کوتاهی ساجد جاوید وزیر کشور حدود یک سال و نیم پیش مخالفت کرد که اینها برگردن. همون موقع خیلی ها به وزیر کشور این هشدار رو دادن که برگردوندن بقیه گروه ها باعث میشه که به ما اطلاعات بیشتری بدن اگر احیانا باز گروه های از داخل خاک بریتانیا بخوان دست به حملات تروریستی بزنن. اینطور ما میتونیم اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم، که هیچ کدوم از اینا رو در اون زمان وزارت کشور قبول نکرد. به همین دلیله که ما هیچ وقت نتونستن سیستمای اطلاعاتی اینجا دقیقا پیدا کنن که چه گروه‌های هنوز فعال هستن در داخل خاک این کشور و یا اینها چه ارتباطاتی با هم دیگه دارن، آیا برنامه‌ای برای آینده دارن، مجددا حملات دیگه به اصطلاح در دست دارن. اینا هیچ کدوم مشخص نشد. یعنی ممکنه که مثلا کسی که مسئول حمله دیروز بود با گروه‌هایی از خارج از بریتانیا همچنان در ارتباط باشه و کسان دیگری که در زندان هستند؟ به هر حال هنوز چیزی مشخص نیست، ولی بیم این میره، به خاطر اینکه سال 2012 همین شخص به اصطلاح مرتبط بوده با گروه‌های القاعده. بنابراین مسئله اینه که وقتی که یه نفر یه همچین مسئله‌ای براش پیش میاد، متأسفانه تاثیر میذاره اولا رو حال و روز بقیه زندانیان، یعنی در نتیجه مردم نسبت به آزادی‌های
مشروط بقیه زندانیان بدبین میشن. مسئله دیگه ای رو که به دنبال خواهد داشت اینه که متاسفانه ما ممکنه که حالتهای به اصطلاح نژاد پرستی رو دو مرتبه داشته باشیم که مردم از این خیلی خوشنود نباشن. به هر حال کسانی که اصالتاً بریتانیایی نیستن مرتبط هستن به گروه های از خارج از کشور و در آستانه انتخابات 12 دسامبر هستیم که خب اینا میدونین همین قبل از این حمله هم خیلی ها هشدار داده بودن که موجی از نژاد پرستی تو جامعه دو مرتبه داره اتفاق میفته، باید باهاش برخورد بشه. اتفاق دیروز هم اتفاقی هستش که الان ناخودآگاه کمک میکنه به اون حالت بعضی از مردم که دارن که به اصطلاح زیاد خوشبین نسبت به مهاجران نیستن. متشکرم از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق اینجا در استودیو با ما. فرمانده واحد نیروهای مرزی ارتش افغانستان صبح امروز در ولایت هلمند در انفجار مین کنار جاده کشته شد. انفجار زمانی رخ داد که ژنرال ظاهرگل مقبل همراه شماری از خبرنگاران و نیروهای امنیتی سوار بر خودروهای نظامی در ولسوالی مارجه در جنوب افغانستان در حرکت بودند. دو سرباز ارتش و یک خبرنگار محلی هم زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. چندی پیش وزارت داخله افغانستان معاون بایومتریک اداره گذرنامه را دستگیر کرد. او یک مراجعه کننده را جلوی چشم ده ها نفر کتک زده بود. تصویر این کتک کاری در فضای مجازی منتشر شده و بار دیگر موضوع بدرفتاری کارمندان دولتی با ارباب رجوع را در افغانستان برجسته کرده. علی حسینی از کابل گزارش می دهد. بس رد میکنم. میگه بوری رد تایید کرده. بس توی طرف و طرف کجا میده؟ این طرف آن طرف رفتن و سرگردانی مراجعین در ادارات دولتی افغانستان داستان تازه‌ای نیست. به این سرگردانی اخم و تخم برخی کارمندان فضای نامناسب و ساعتها انتظار را هم اضافه کنید. مرکز ثبت احوال نفوس افغانستان روزانه حدود 3000 نفر به اینجا مراجعه می کنند. این کتابش از غوراد نامده اینجا. این جوان با کالای خامکدوزی شده دست کم 2-3 روز منتظر است که با یک تماس 2-3 دقیقه‌ای تلفنی با نمایندگی ثبت احوال نفوس در ولایت کارش حل شود که تاکنون نشده. نه مشکل از مراجعین است، نه از کارمند است، وضعیت افغانستان نمیشه. و این وضعیت کال ثبت احوال نفوس هست. چرا در 2 ساعت به چند نفر دیگر هم سر خوردیم که از تعلل در انجام کارشان شکایت داشتند. در یک مورد مراجع کننده ای می گفت 4 ماه به خاطر انجام یک کار 10 روزه سرگردان شده. بفهمم که کارشکنی در کلام قسمت است وقتی کارشکنی کرده. این زمین کارشکنی شده؟ کارشکنی چه دادیم؟ 4 ماه شده آمده. یک نفر که حاضر نشد در برابر دوربین صحبت کند با من گفت برخی کارمندان چنان سرسنگین به سوالات مراجعین پاسخ می‌دهند و گاهی هم نمی‌دهند که گویا ارث پدرش را مراجعین خوردند. این هم یک روایت دیگر. ما ثبت صدا داریم که اگر شما بخواید ما با شما شریک می‌کنیم. اینا با این قسم با ما رویه کرد. بازن دروازه را بسیار بروی ما زد مثل که یک کسی گدایگر باشه در حالی که اینا مامور دولت است. میان و برخورد میکنن. مسئولین اما میگویند تمام سعیشان این است که مشکلات مردم رفع شود و شایسته با آنها رفتار شود. ما دو سه نفر تبدیل کردیم از اداره که حتی دمی کمبلکس هم یاله حضور ندارن، در بخش های دیگه اونها رو تبدیل کردیم که با مراجعین، چون مراجعین اومدن شکایت کردن یک دفعه مراجعین شکایت کردن، دیدیم که یادم مشکل داره، از اون بخش رو کشیدیم. ریاست پاسپورت گذرنامه، این اداره نسبت به چند سال پیش نام و رسم بهتری پیدا کرده. حالا افغان‌ها می توانند در 1-2 روز پاسپورت بگیرند. روزانه بیش از 2000 جلد گذرنامه صادر می شود. تقریبا بخش عمده از مراجعین بر ریاست پاسپورت از کار آن راضی هستند. کارها سرعت گرفته. اما دست به دست شدن این تصویر بار دیگر موضوع نحوه برخورد با مراجعین را برجسته کرد. معاون بیومتریک ریاست پاسپورت وزارت کشور داخله گفت این مامور پلیس دستگیر شد. با وجود بهبود نسبی در کارها مشکل ولی هست. چی هست مشکلش؟ مثلا اینجا دانش آموز 1 هفته کارش به عقب افتاده، چرا که با اخراج یک کارمند طی مراحل صدور پاسپورت او هم متوقف شده. چرا مشکلش چی بود؟ شاید مجموعه
نحوه برخورد زشت در برابر مراجعین و یا مامورین ما. در مدت 6 سال که من در اینجا ماموریت دارم شاید 10 مورد نباشند. و موردی که اتفاق افتیده یک تعداد از موارد ازی رسمن به ادارات ارگانای کشفی و عدلی و قضایی معرفی شده. شمار مراجعین زیاد است و این سالن محل نهایی درج اطلاعات کوچک. سالونی با لوحه هایی و زبان انگلیسی در کشوری که بیش از 60% مردم آن بی سواد هستند. داستان مشکلات مراجعین در ادارات دولتی طولانی است. به نظر می رسد برخی کارمندان لایحه وظایف نانوشته مخصوص به خود را دارند. بخشی از یک برنامه طنز تلویزیونی. یک بخش اصلی از لایحه وظایف کارمندان دولتی اینه که میگه ماده 39 تمام کارمندان دولتی موظفند که پوزشان را همیشه بالا بگیرند و وقتی کسی از مردم به ادارهشان میآید محل سگ هم به او نگذارند. یک مأمور دولتی خوب مأموریه که با مردم طوری رفتار کنه که انگار تمامی مردم نوکر پدر یانند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. طرفداران گوهارا، هنرپیشه و خواننده سرشناس کره‌ای برای قربانیان جرایم مرتبط با دوربین‌های مخفی در کره جنوبی درخواست کمک کردند. گوهارا چند روز پیش خودکشی کرد و 1 سال پیش گفت دوست پسرش او را تهدید کرده که تصاویر مربوط به رابطه جنسیشان را منتشر می‌کند. لورا بیکر خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد. اونجولی 28 ساله چند هفته بعد از اینکه متوجه شد همکار مردش در اتاق تعویض لباس از او مخفیانه فیلمبرداری کرده خودکشی کرد. او شبها کابوس میدید و احساس میکرد که همکارش هنوز دارد نگاهش میکند. میشه یه آدم رو بدون سلاح کشت. تأثیر این جرم روی آدم ها متفاوته. بعضی ها باهاش کنار میان و بعضی ها هم مثل دختر من نمیتونن. پدر و مادر اونجولی نگرانند که مجرم تنها به 10 ماه زندان محکوم شود. مردم این رو جدی نمیگیرن. حتی خودم فکر میکردم موضوعی مثل این رو میشه تحمل کرد. اما وقتی برای دخترم اتفاق افتاد برام مهم شد. مجازات ضعیفیه. 10,000 نفر از طرفداران گوهارا هم با آنها موافقند. این خواننده و هنرپیشه چند روز پیش خودکشی کرد. 1 سال گذشته درگیر دادگاه بود. او گفته بود که دوست پسر سابقش تهدیدش کرده که ویدیوی رابطه جنسیشان را منتشر می‌کند. به دوست پسرش مجازات تعلیقی دادند. طرفداران گوهارا با آغاز کمپینی خواستار مجازات شدیدتری برای مجرمان شدند. فیلمبرداری مخفیانه در کره جنوبی بسیار رایج است. بسیاری از مجرمان تنها جریمه نقدی میشوند. مجازات این کار خیلی کمه چون تعداد پرونده ها زیاده و دادگاه ها موضوع رو جدی نمیگیرن به خاطر اینکه مردها قربانی نیستن. به اتاق در یک مسافرخانه اومدیم تا نشون بدیم که مخفی کردن روی دوربین چقدر آسونه. مثلا بالای این تلویزیون. این رو شبیه دکمه پیراهن درست کردن. همه نوعش هست. تصاویر ظرف چند ثانیه تو موبایلتون ذخیره میشن و در عرض چند دقیقه روی اینترنت قرار میگیرن. فعالان میگویند تنها مجازات سنگین میتواند از ارتکاب این جرم جلوگیری کند. این امید هست که این رویه تغییر کند. پدر و مادر اونجولی خود را برای دادگاه آماده می کنند و امیدوارند که نتیجه بگیرند. تا آخرش میرم، حتی تا دادگاه عالی. لورا بیکر، بی بی سی نیوز، سول. به پایان این بخش خبر می رسیم. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.